بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. با سلام به تمامی شما بینندگان و شنوندگان عزیز و به خصوص یاران شورشی ما در سراسر دنیا، و اعضا و فعالان کانونهای شورشی در داخل کشور، یکی دو دقیقه من سابقه بحث رو یادآوری بکنم و اون وقت ادامه بدم. ما این گفتارها رو که اینک به قسمت ششم رسیدیم از آیه مربوط به روزه شروع کردیم که اهمیت روزه داری در ماه رمضان رو در این بیان کرده که ماه نزول قرآن هست و ما به جای اینکه راجع به کلیت قرآن بحثی بکنیم، اگر عمری باشه در فرصت‌های دیگر، فقط به یک آموزش که در آخر همین آیه مطرح شده، یعنی آموزش ورزش تقوا، دستاویختیم و از اینجا راهمون گشوده شد به آیه پایه‌ای بحث تقوا در قرآن که آیه 13 سوره حجرات هست و به طوری که ممکنه برای بسیاری از مسلمانان عادی هم تعجب انگیز باشه، قرآن مجید از تمام ابنای بشریت، از هر رنگ و قومیت و مذهب و فلسفه‌ای که پیروی بکنند و همچنین از هر جنسیت زن یا مرد انتظار داره که به تقوا نایل بشند و مراتب و درجات رو فقط با مراتب و درجات تقوا به رسمیت میشناسه. از اینجا بود که به موضوع آموزش مهم، انقلابی و حیاتی اسلام، مهم که چندان مهم نیست با اینکه اسمش مهمه، ولی انقلابی بودن قرآن رو نشان میده و به همین دلیل حیاتی بودن رو، یعنی اگر اینو جدا بکنیم یه اسلام مرده باقی میمونه، یه جسد که باعث عقب موندگی و افلاس هست، چنان که متاسفانه در سرنوشت مسلمان ها پیش اومد. در گفتار قبلی یک بار دیگه من اینو به عرضتون رسوندم که این پیام انقلابی چقدر سریع جواب داد، یعنی محصول داد و انسان نوین به عرصه آورد.
در گفتارهای قبلی من به زنان و سیدات برآمده و رشد کرده در دستگاه حضرت محمد اشاره کردم و نام یک نفر رو بردم، نصیبه بنت کعب. در گفتار قبلی هم ام حبیبه رو نام بردم که دختر رئیس مشرکان مکه، رئیس متعصب مشرکان مکه یعنی ابو سفیان بود، ولی به اسلام گروید، به هجرت اول هجرت حبشه رفت و طی ماجراهایی که به جای خودش بیان کردنی و دنبال کردنی است و ما ازش صرف نظر باید بکنیم به خاطر محدودیت وقت، بعدن در شمار همسران حضرت محمد در اومد. این عنوان ام المؤمنین هم به همین مناسبت هست. خب ام المؤمنین رو میبینیم دختر ابو سفیان و بلال رو میبینیم که برده همین دشمن بود و اینها نمونه های منحصر به فرد نیستن. تاریخی شیرین با فهرستی درخشان از نام ها و سرگذشت ها وجود داره که فعلا باید ازش بگذریم. من در یکی از گفتارهای قبلی موقعی که از نصیبه یاد می کردم این سؤال رو مطرح کردم که خوب آقایان توی گیومه، اینهایی که مدعی فقه و فقاهت و اسلام و اینا هستن، ملایان ارتجاع که متاسفانه دکان اسلام باز کردند، به این چهره‌ها که برخورد میکنن میگن که این جهاد نبود، دفاع بود. من اینجا دو تا مطلب رو میخوام به عرض شما برسونم که نمیدونم در این گفتار به هر دو مطلب خواهم رسید یا باقی میمونه برای گفتار بعدی. به هر ترتیب، یکی این که به واقع نباید به این آقایان گوش داد. اینها صلاحیت اظهار نظر درباره اسلام و ماهیت اسلام و ماهیت پیام ها و آموزش هاشو ندارن. اگر این ادعا به نظرتون بزرگ میاد، اجازه بدید یه مثال بزنم که خوب دستتون بیاد. فکر کنم همین دیشب بود که من در یکی از سایت های حوزه علمی قم به این استفتا برخورد کردم. از چندین نفر از این آقایانی که خودشون مرجع تقلید معرفی میکنن سوال شده بود که چه چیزایی روزه رو باطل میکنه. من نظر دو تا از محترمترین هاشون رو بدون اسم بردن، یکی از عراق و یکی از ایران، یعنی یکی از نجف یکی از قم، به عرضتون میرسونم. اون یکی عراق تصریح میکنه که آمپول زدن روزه رو باطل نمیکنه، حتی اگر آمپول تقویتی باشه
و حتی اگر سرومی باشه که ارزش غذایی داره. این یکی آقا توی قم فتوا داده که آمپول تقویتی و آمپول غذایی روزه رو باطل میکنه 180 درجه. دوتا مدعی اجتهاد و مرجعیت تقلید در قرن 21، یکی در نجف یکی در قم، دوتا فتوا با 180 درجه اختلاف باطل می کند، باطل نمی کند. تا اینجا شاید به نظرتون عجیب نمیاد، ولی اجازه بدید که توجهتون رو جلب بکنم به این که خب اولا روزه یکی از 5 رکن اسلام هست. یعنی اگر موضوع این رکن برای کسی روشن نباشه اسلام یعنی برش روشن نیست، اسلام نمیفهمه. این فرمایش معروف حضرت محمد هست که در زمان خودش ازش پرسیدند، هم در منابع اهل سنت و هم در منابع شیعیان بسیار معروف هست. ازش پرسیدن که من خلاصه بکنم براتون، ازش پرسیدن که خلاصه کن که این دین تو چی میخواد. به پیغمبر میگفت که بنی الاسلام علی 5، اسلام بر 5 پایه استوار هست. البته این بیان خیلی خلاصه است، ولی در این که 5 پایه رو مشخص میکنه به بحث ما کاملا ارتباط داره. یکی شهادتین، دوم برپا داشتن نماز، سوم روزه ماه رمضان، چهارم حج، پنجم زکات. اینها پایه ایست در اسلام. خب از اون طرف حتما در زمان پیغمبر کسی ازش نپرسید، یا در زمان ائمه شیعه، ائمه اهل بیت که تا قرن سوم حضور داشتند، کسی ازشون نمیپرسید که آقا سرم غذایی روزه رو باطل میکنه یا نه، چون نبوده این چیزا. پس فتوا دادن به چنین سوالی، اون هم ثبت کردن در رسانه های امروزی جهانی و سایت و اینترنت و اینها، حاصل خرد آقایان هست، اونجایی که به اصطلاح میگن عقل، بر پایه عقل اجتهاد میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه این دوتا جواب 180 درجه معنیش این است که دوتا مجتهد شیعه اثناعشری معاصر دوتا درک از روزه دارند که رکن اسلام هست. بفرمایید از اسلام چی میفهمند؟ مبالغه نیست اینی که عرض کرد. دوتا درک که 180 درجه اختلاف داره در یک زمانه. بگذاریم از این که این بیان میکنه که چه مناسبات افتضایی دارن، چون اگر میانشون حداقل روابط علمی، نه اخوت فداکارانه اسلامی، حداقل روابط علمی بود، خب باید نظراتشون رو با هم در میان میذاشتن و به یه جایی میرسیدن. 180 درجه اختلاف، اون هم در موضع رکن اسلام، شوخی نیست که. حالا این آقایون نابرابری رو توجیه اسلامی میکنن و بیجا میکنن، به خودشون اجازه میدن که خودشون رو معرف ناب اسلام جا بزنن.
و خودشون رو جانشین ائمه اهل بیت که اونها در مناقب و فضائلشون بسیار هم مبالغه میکنند جا بزنن و معرفی بکنند و از این طریق یک جعل بزرگی به نام ولایت فقیه در بیارن که حاکمیت کنونی مسلط بر میهن ما متاسفانه از این جعل در اومده. خب این یک حرف من، یعنی گوش نباید داد بهشون. آدم خوباشون پرتند، این کمترین اشکالشونه که پرتند و نمیفهمن وقتی که راجع به اسلام صحبت میکنن راجع به چی دارن صحبت میکنن. دکونداراشون هم یه دیگه دکوندارن دیگه، اون که دین فروشی پدیده جدیدی نیست در تاریخ اسلام. این همه کشت و کشتار تحت عنوان فتوحات اسلامی کردن، کشت و کشتار جنایت بار، این همه به نام دین بوده. اونها کردند که بعد خمینی تونست ده ها هزار زندانی سیاسی مجاهد خلق رو اعدام بکنه. شرم بر همشون. شرم بر همشون. خب پس این یک ملاحظه ای که میخواستم توجهتون رو جلب بکنم. این حرف ها که برای توجیه کنار زدن زنان از عرصه اجتماعی جهاد نصیبه رو اسمشو عوض میکنن و میذارن دفاع، اینا فاقد صلاحیت. خب از این بگذریم. اصلا مگر در اسلام ما جهاد غیر دفاعی داریم؟ سالهای سال بود از خود مکه قبل از هجرت اصحاب حضرت محمد ازش کسب اجازه میکردن که آقا این همه آزار میدن ما رو، اجازه بدید جواب بدیم. در نظام قبائلی که راجبش در گفتار قبلی کمی عرض کردم که خود حضرت محمد رو به خاطر اینکه ابو طالب ازش حمایت قبائلی میکرد نمیتونستن بکشند، ولذا داستانش با ابو طالب و اینا به وجود آمد. در نظام قبائلی اگر حضرت محمد اجازه میداد که کسی که به جرم مسلمانی توسط قبیلش یا توسط دیگران تحت تعقیب قرار میگیره، آزار میشه، که بسیاری میشدند در همون سالها، اولین شهید اسلام که اتفاقا او هم یک زن بود، سمیه، به شهادت رسید زیر شکنجه، و شوهرش یاسر، پدر عمار یاسر. از حضرت محمد اجازه میخواستن که مقابله به مصر بکنن، اقلا از خودشون دفاع بکنن با حمایت قبائلی، به این عملی بود. ولی اسلام و حضرت محمد اجازه نمیداد. تا آنکه وقتی که مهاجرت کردند به مدینه، کفار قریش خانه ها و اموال و باقی مونده های این مهاجرین رو مصادره میکردند و تصرف میکردند و بعد هم شروع کردن به تعقیب کردنشون که در وطن هجرت امنیت رو ازشون سلب بکنن. اینجا بود
که قرآن مجید اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا رخصت میده که نظر به این که مورد ستم قرار میگیرند حق دارن قتال بکنن. و از این قبیل‌تر در سوره ممتحنه خیلی صریح بیان میکنه که خداوند شما رو نهی نمیکنه که نسبت به دیگران، به دیگراندیشان به عبارت امروزی یا به دیگر کیشان، پیروان مذاهب یا فرقه‌های مختلف اون موقع، خداوند به شما نمیگه که به کسی زور بگید و به کسی ستم بکنید و با کسی بجنگید، بلکه به عکس از شما میخواد که به دیگران رحمت و خیرخواهی و سلم و گذشت رو در موردشون به کار بگیرید. ما اصلا در تمام جنگ های حضرت محمد جنگ تهاجمی به مفهومی که بعدها مسلمان ها به بدعت در پیش گرفتند و با سوء تفسیر قاتل الذین یلونکم من الکفار که وارد بحثش نمیشیم، فکر کردن که سالانه یه بارم که شده باید به کشورهای همسایه هجوم ببرند و غارت بکنند و فتح بکنند، اسمش هم میذاشتن فتوحات اسلام، که همون فکر حالا داعش و خلیفه بغدادی رو تولید میکنه و خمینی رو تولید میکنه و خمینی و خامنه ای که به بهانه قدس که راهش از کربلا میگذره چند میلیون کشته مسلمان رو دست ملت ایران به ملت عراق گذاشتن در جنگ 8 ساله. به عبارت رهبر مقاومت ما برادر مجاهد مسعود رجوی، جنگ ضد میهنی. روزی برسه که ما بتونیم حرف آخرمون رو بزنیم و بگیم جنگ ضد اسلامی. اینی رو که بهش میگن دفاع مقدس. به هر ترتیب در این جنگ ها حضرت محمد در زمان خودش زنان رو شرکت می داد و البته زنان داوطلب رو، داوطلب های جهاد رو، با تأکید بر این که اصلا زمان حضرت محمد سربازی اجباری که نبود، اگر کسی در جنگ شرکت میکرد نه تنها خودش داوطلب بود، هزینه جنگ جنگیدن خودش هم باید تأمین بکنه. لذا بعضی ها موفق نمیشدن، طبق قرآن مجید اشک چشمشون جاری بود چون نمیتونستن هزینه جنگ رو بپردازند و حسرت میخوردن که برادرانشون دارن میرن با پیغمبر به جنگ دفاعی و اینا نمیتونن برن. و لذا زنان متعدد در جنگ های متعدد در زمان حضرت محمد شرکت داشتند و شجاعت ها به خرج دادند که نصیب یک مثالش بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم در احد شرکت کرد، البته شاید به دلیل اینکه هنوز به یک ماه خورده ای بود که امام حسن به دنیا اومده بود، به خاطر وضع جسمانی صلاح به کار نبرد، ولی در جنگ شرکت کرد و به مجروحین رسیدگی می کرد که دردناک بودنش
کمتر از جنگیدن نیست. ولی این هنوز تمام مطلب نیست. تمام مطلب موقعی هست که ما جدا از بحث دفاعی و تهاجمی بودن جهاد و مبارزه به سازنده بودن و بینش دهنده بودن جهاد و مبارزه توجه بکنیم که قرآن مجید میگه، این رو برای گفتار بعد تفصیلا عرض میکنم، قرآن مجید میگه که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم فی سبلنا، اونهایی رو که در راه ما جهاد میکنند به هدایت برتر و بایسته باید برسند. بعد یعنی چی؟ یعنی آقایون که میگن که زن برای جهاد نیست، یعنی لازم نیست که مرتبه بالاتر هدایت و دیانت نصیبش بشه. ملاحظه میکنید که چقدر ضد انسانی و ضد دینی این حرف. تو نمیخوای فرزندان با استعداد انسانیت چشمشون به حقیقت باز بشه، هدایت بشند به عمق و جوهر پیام محمد صلوات الله و سلام علیه؟ این رو در گفتار بعد واضح‌تر به حضورتون عرض خواهم کرد. تا اون هنگام خداحافظ شما.